هستم با پرشین اوارز. مهمان امروز برنامه من یک پژوهشگر تاریخ است. تاریخ قوم بختیاری پر افتخار در کشور ما ایران. من خیلی مفتخر هستم که جناب آقای حسن دهقانی شبینی بختیاری را خدمت شما بینندگان گرامی پرشین اوارز معرفی کنم. سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه ما جناب آقای دهقانی. از شما میخوام که خودتون رو معرفی بفرمایید. نام خدا، بنده حسن دهقانی متخلص به شبینی بختیاری هستم، زاده 1352 در منطقه شبی و قلب سالنکوه بختیاری در منطقه گرمسیری بختیاری واقع در توابع شهرستان دستور بخش سردشت دستور. تحصیل کرده رشته های مهندسی زراعت و اصلاح نباتات و تاریخ و محقق و پژوهشگر و روزنامه نگار با سابقه حدود 3 دهه. مفتخرم که دیامشق های همچون نورد علی مردان خان بختیاری با رضا شاه که برای اولین بار با معرفی شخصیت اسطوره‌ای شهید شیر علی مردان خان بختیاری می‌پردازد و برای اولین بار بنده به رشته تحصیل درآوردم و در واقع باعث شدم که این شخصیت بزرگ به جامعه بختیاری و ملت ایران و فراتر از مملکت ایران شناخته بشه. پس از اون کتاب سردار مریم بختیاری رو نوشتم که برای اولین بار به صورت مکتوب معرفی این شخصیت بزرگ و شیرزن تاریخ ساز ایرانی پرداخت. و از سر دیگری که در سالهایی که واقعا بختیاری و تاریخ بختیاری مظلوم واقع شد به واسطه دوران پهلوی و اوایل انقلاب اسلامی که آن هم به دلیل حاکمیت 37 روزه نخست وزیر شاپور بختیار و شرکت برخی از قوانین بختیاری در کودتای نوژه، در واقع بختیاری مورد بی‌مهری واقع شده بود، علی‌رغم آن که با جانفشانی های بزرگ و بی‌نظیرش در جنگ 8 ساله ایران و عراق از تمامیت ارضی ایران عزیز ما با تمام امکانات مالی و جانی و هستی خود حراست کرده بود، ولی همچنان تاریخ بختیاری و شخصیت های بختیاری مظلوم واقع شده بود. برای اولین بار کتاب از پاریس تا بهارستان با سردار اسعد بختیاری رو نوشتم که این کتاب به بررسی و معرفی حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری، پدر انقلاب مشروطیت و بانی فکری و تئوریک انقلاب مشروطیت رو برد. می دانید که 25 سال قبل از انقلاب مشروطیت حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری در سال 1299 قمری پس از آن که پدرش حسین قلی خان ایلخانی بختیاری در اصفهان به وسیله مسعود میرزای زلال سلطان به شهادت میرسد و ایشان یعنی حاج علی قلی خان و اسفندیار خان به شیوهی غیر در واقع متمددانه بازداشت و در سیاه‌چال زلال سلطان زندانی میشوند، حاج علی قلی خان بختیاری به دگردیسی فکری میده. یعنی این که ضرورت وجوب حاکمیت قانون و کنترل قدرت استبدادی پادشاه رو درک و لمس میکنه و از این زمان به بعد در قول خودش که در تاریخ بختیاری هم مکتوب و با سندیت ثبت شده است، در این زمان بعد به فکر یافتن همدستانی و یافتن راهکارهایی برای این مهم میافتد به شیوه دول اروپایی. یعنی ایران ما دومین کشوری است که در آسیای پهناور در اندیشه مشروط خواهی و استفاده از این شیوه حاکمیتی که محصول مشترک تمدن بشری است یعنی دموکراسی، این سمت و سو سوق داده میشه و اینو برخلاف بسیاری از قضاوت ها که دیگرانی را در واقع بانی فکری این قضیه دانستن، حاج علی قلی خان سردار اسعد بختیاری بود که از دل حاکمیت استبدادی و شبه استبدادی حاکمیت خان و خان سالاری بختیاری
به دگردیسی فکری و ذهنی و سیاسی رسید و در اندیشه حاکمیت قانون برآمد و جرقه اصلی مشروطیت رو در ایران بنا گذاشت. بسیار سپاسگزارم از این معرفی بسیار جالب، خیلی ممنون از شما. جناب آقای دهقانی، من دوست دارم کمی هم در مورد خودتون که تحصیلاتتون چی بوده گذشته و بعد چگونه شد که شما در واقع گام در راه تحقیق در مورد تاریخ بختیاری گذاشتین برای ما صحبت کنین تا بیننده های ما بیشتر بتونن با گذشته شما آشنا بشن. کجا درس خوندین؟ چه تحصیلاتی انجام دادین تا به این مقطع رسیدین؟ مفتخرم در اینجا اعلام بکنم که بنده کلاس اول ابتدایی رو در دادگاه شوی، روستای شوی، آبشار زیبای شوی، قابل سرچ کردن از در اینترنت، دوستان من میتونن به این آبشار در واقع به قول معروف سر بزنن و ببینن چه منطقه زیبایی است و به قول زیباترین منطقه ایران و خاورمیانه است. من در این نقطه به دنیا اومدم. کلاس اول ابتدایی رو در همین مدرسه، در مدرسه جدید و تأسیسی که در سال اول پس از انقلاب اسلامی در این روستای داستگردید سپری کردم و بعد از اون به واسطه اشتغال پدرم در راهن دولتی ایران به 8 کیلومتری این روستا، یعنی ایستگاه راهن تل زنگ، نقل مکان کردیم و تا زمان دوم ابتدایی و دوم راهنمایی در این ایستگاه راهن تل زنگ سکونه داشتم. پس از آن در شهرستان اندیمش تا پایان دوران عقص مدرک کارشناسی در رشته زراعت و استان نباتات حضور داشتم. 2 سال خدمت سربازی البته از این منطقه که در استان کرمان و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کردم در نبرد با اشرار و قاچاقچیان مسلح شرق کشور. بعد از اون وارد دانشگاه شدم در رشته مهندسی زراعت اصلاح نباتات، همزمان خبرنگار نشریه نور و ماهنامه رسا بودم. یعنی در سن 16 سالگی بنده کارت خبرنگاری داشتم که در این نشریه در واقع کار میکردم. در واقع علاقه مندی و عشق و علاقه به نگارش و نوشتن و خصوصا در رابطه با تاریخ بختیاری رو از 3 دهه پیش بنده آغاز کردم در همین زمان و برای بنده ابتدا موضوعات کلی در واقع مطرح بودن، بعد ها به این نتیجه رسیدم که باید وارد جزئیات شد. ما در اون زمان مشکلی که داشتیم یک نوع استحالی فرهنگی متاسفانه دچار شده بودیم. انقلاب اسلامی باعث شده بود سطح رفاه عمومی در کشور ما قدری افزایش پیدا بکنه. مهاجرت بی رویه از روستاها و مناطق اشایری به شهرها شروع شده بود و برای بنده نوجوان و شاید جوان این واقعا خیلی درناک بود که می دیدم همتواران من که گذشته پرباری داشتن و به قول بسیاری از مورخین بانی تمدن در واقع هخامنشیان و پارسیان در این ایران بزرگ بودن، به گونه‌ای دچار در واقع مشکلات فرهنگی بودن که به محض ورود به شهرهای جدید بلا فاصله گذشته فرهنگی زبان و فرهنگ خود را وامی نهادن و مثلا در دستور به لهجه دستوری صحبت میکردن، در شهر کرد به لهجه ده کردی، در اصفهان اصفهانی با میشدن. این واقعا برای بنده غیر قابل تحمل بود. از این رو به فراست افتادم که شخصی ابتدا به معرفی شخصیت های تاریخی بختیاری پردازم که الحمدلله در این عرصه فکر میکنم موفق بودم. امروز در گستره وسیع ایران در جامعه به برآورد برخی از در واقع آمارها بیش از 10-12 میلیون نفری بختیاری و جامعه بزرگ ایران عزیز من، یک جامعه بختیاری و بختیاری ها کاملا شناخته شدن، بیشتر از هر قومیت دیگری بختیاری ها شناخته شدن و اینو من فکر میکنم بنده و امثال بنده کار فرهنگی کردیم در از یه واقعا موثر بودیم. وقتی بنده به معرفی رئیس علی مردان خان بختیاری پرداختم، کتاب نبرد علی مردان خان بختیاری با رضا شاه رو نوشتم. و جالب اینو بدونید در کشوری که سرانه در واقع تیراژ چاپ کتاب در کشور ما 2000 جلد هست، بنده در هر هفته بیش از
چند هزار جلد کتاب علی مرداخان بختیاری در شرایط اختیاری نشین به فروش میرسه. یعنی صبح دوستان من بین کتاب فروشی های مثلا دسفول کتاب پخش میکردن تا بعد از ظهر مکرر تلفن ما، تلفن منزل ما که اون زمان موبایل هم نبود دیگه در کشور ما، تلفن منزل ما زنگ میخورد که آقا ما باز کتاب میخواییم، یه عزیزان اینجا به صف ایستادن کتاب میخوان. یعنی واقعا این قضیه باعث شور و شرف و تشویق بنده شد و الحمدلله این کتاب به چاپ های متعدد رسید و این روزه فکر نمی کنم در جامعه بختیاری کسی باشد که علی مردان خان بختیاری خان شهید را نشناسد، کسی باشد که سردار مریم بختیاری را نشناسد، کسی باشد که حاجی قلی خان سردار اسد بختیاری را نشناسد، ولی و تاریخ بختیاری را به طور نسبی اطلاعات کافی وافی نداشته باشه. این باعث افتخار بنده است و جای شاید باورکردنی نباشه. ملاحظه کردم که دیگرانی که در واقع از ما سبقت میگیرن گاهن، یعنی طرف میاد مجموعه در اتاق علی مردان خان بختیاری می‌نویسد بدون ذکر منبع و سندیت و کارهای ما در واقع برداشت بکنه، اینم موجب خوشحالی بنده میشه، علی‌رغم اینکه شاید این در واقع مالکیت معنوی ما رو در واقع نایده بگیره، اما جای خوشحالی است که به ایده و مرام ما که همان شناساندن تاریخ و فرهنگ بختیاری و تاریخ و فرهنگ ایرانی، چون ما بخش لاینفک و جدای ناپذیر ایران از ند، ما هسته مرکزی عنصر آریایی و پارسی در این کشوریم و مفتخریم به ایرانی بودن. بله درست. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. بله شیرعلی مردان خان که واقعا یک قهرمان در واقع قوم بختیاری و قهرمان ایرانی هستش. من میخوام از شما سوال کنم که در زمینه کشاورزی هم که شما فرمودین تحصیلاتی داشتین، آیا کاری انجام دادین یا اون کارا دیگه تو حاشیه انجام میدین و کارتون بیشتر همین نویسندگی و پژوهش هستش؟ ببینید روستای شبیه ما که تصاویرم ارسال میکنم خدمتتون، عرض کردم یکی از زیباترین مناطق ایران هست. ما مرغوب‌ترین اراضی کشور رو داریم، در عین حال که هنوز که هنوزی که من دارم با شما صحبت میکنم یک اتومبیل وارد روستای شبی نشد. یعنی هنوز بیک رو دست نخورده است. هنوز در روستای ما کشاورزی در واقع ارگانیک به طور کامل است نشد. یعنی حتی یک لیتر ارزم خدمت شما سم وارد کشاورزی، یک لیتر در واقع کود شیمیایی وارد منطقه نشده و هنوز با اون شیوه آبا و اجدادی چند هزار ساله ما داریم اونجا در واقع دلیلش حمایت مردمه و خواست مردمه یا دلیل دیگه ای داره؟ من متاسفم بگم خواست مردم نیست، متاسفانه سیاست هایی بوده که از طرف مسئولین منطقه، یعنی ما متاسفانه به دلیل بعد مسافت نادیده گرفته شدیم. شاید مثلا جاده‌ای که از سر کوه سالن میره سمت منطقه مثلا سعادت احمد افضل با روستای شبی کل شاید مثلا چند کیلومتر فاصله نداشته باشه، اما منطقه فوق العاده صعب العبور هست و نیازمند بودجه در واقع هنگفتی بوده که به هر حال نمیدونم نمایندگان گذشته شهرستان دسو در حق روستای شبی در واقع بیمیری کردن، هرچند طی سالهای اخیر در واقع گامهایی برداشته شده و فکر میکنم به زودی این قضیه هم حل بشه. اما غرض از این که گفتم عرض کردم خدمتتون مقدمه برای این که بله همین الان بنده و اخوان بنده در همین روستای شبی هم کشاورزی داریم، هم باغات انبوه انار داریم و هم عرضم خدمت جناب عالی به حال سازهایی که البته نمیشه گفت ویلا برای در واقع سکونت و تفریح اون چیزا اونجا داریم. بله برداری از تحصیلات در واقع مرتبط من در همین حد بوده، اما عشق و علاقه بنده به تاریخ بوده، به عرضم خدمت شما روزنامه‌نگاری و ژورنالیست بوده و بیشتر عمر بنده تو این زمینه در واقع سپری شده. بله. همین الان هم که در حال حاضر هم مشغول نگارش هستین و پژوهش و نگارش؟ بله بله همین الان در خدمتتون هستم، مسئولیت تدوین نگارش و جمع‌آوری دایره المعارف تاریخ حمل و نقل در اصفهان زیبا رو عهده دارم و مدتی است که فعلا دارم این کار رو انجام میدم، ضمن اینکه همین الان هم که در خدمتتونم مشاور مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان هستم.
بسیار عالی. جناب آقای دهقانی، در زمینه پس شما تاریخ، نه تنها تاریخ بختیاری، بلکه دارین در زمینه های دیگه هم کار میکنی، یعنی تاریخ حمل و نقل بر استان اصفهان یا در شهر اصفهان، یعنی در حوزه وسیع تری از تاریخ دارین کارهای نگارش انجام میدین؟ بله همینطوره، ولی در واقع پایه‌گذار همه این فعالیت های بعدی همین تاریخ بختیاری و در واقع کارکردی است که اون زمین داشتم که به عنوان رزومه استفاده شده و دوستان در واقع لطف داشتن و خارج از این حیطه به هر حال تقاضایی داشتن که من در خدمت بودم. بله، بعد کتابایی که چاپ کردین الان در مورد بام بختیاری و ایل بختیاری، آیا به صورت فقط فیزیکی هستن یا الکترونیکی از طریق اینترنت هم در دسترس هستن کسی بخواد تهیه بکنه؟ نه، متاسفانه PDF این کتاب رو تا حالا تدوین نکردم. قطعا ته یکی دو ماه آینده تو این فکر بودم انجام میدم انشالله امید خدا، و یه سایت در واقع مجهز هم تو این زمینه طراحی میکنم برای دوستان علاقمندان عزیز. ولی یه وبلاگی داشتم در گذشته که الان دیگه فعال نیست، اونجا در واقع به طور نسبی معرفی کارام پرداختم و به هر حال موضوعات مرتبط رو کار کردم در گذشته. همین الان بیشترم هم در واقع به تاریخ مکتوب بیشتر علاقه مندم تا اینکه به تاریخ در واقع تاریخ نویسی در فضای مجازی و شفاهی، چون معتقدم اثر مکتوب بیشتر ماندگاره تا در واقع شاید بعدی، هرچند دنیای امروز فاصله میگیره در واقع از اثر مکتوب. بله، خب البته من منظورم همین بود که کتاب هاتون رو به صورت اینترنتی هم قابل فروش هستن، که خب میدونین که الان کسایی که ممکنه به ایران دسترسی نداشته باشن یا به کتاب های شما، ممکنه از طریق سایت هایی که کتاب میفروشن بتونن به صورت الکترونیکی دست نوشته های شما رو تهیه بکنن. منظورم این قسمته. نه تا این لحظه متاسفانه، حتما انشاءالله در اصطلاح برنامه آتی بنده هست، انشاءالله به زودی حتما میکنن انجام. بسیار عالی، خب خیلی عالی بود. فقط میخوام اگر نکته دیگه در مورد بیوگرافیتون، در مورد کارهایی که میکنین، کارهایی که انجام دادین هستش که من از شما نپرسیدم، خواهش میکنم که شما صحبت کنید در موردش. در سال 1976 ارزم خدمت شما شرکت دیج فیلم خوزستان رو تأسیس کردیم به اتفاق چند نفر دوستانمون کارگردان فقیدی که همین چند روز پیش در شهرستان دستور متاسفانه به دلیل بیماری کووید 19 وفات یافتن، آقای حسین بلنده همکار بنده. شرکتی رو تأسیس کردیم به نامش دیج فیلم خوزستان، کارهای تصویری ساختیم از جمله فیلم بلند سهرگاه پیروزی، فیلم سینمایی که حقیقتش بنده با توجه به این که با جو سینما همخوانی نداشتم و احساس کردم با این فضا بیگانه، با این فضای فرهنگی، برای بنده در واقع بختیاری معتقد به سنت ها و آداب و سنن فضای سینما قابل هضم نبود، در بنده از این فضا ازش فاصله گرفتم. در سال 1379 به عنوان مدیر اجرایی و مسئول صفحه تاریخی و سیاسی عهدنامه زاگرس ایران در شهر کرد مشغول شدم. یک سال بعد معاونت حوزه هنری استان چهارمحال بختیاری بنده واگذار شد. عرضم خدمت شما تا 2 سال بعد این مسئولیت عهده‌دار بودم. بعدها اومدم در بخش خصوصی با تصدیق انتشاراتی کار انتشاراتی رو انجام دادیم که با توجه به اینکه یهو در مملکت ما متأسفانه ثبات اقتصادی وجود نداره، به صورت کاغذی که در واقع بندی 5000 تومان بود به بند 200000 تومان افزایش قیمت پیدا کرد و امکان تداوم در این کار در واقع از ما طلب کرد، که بعد از اون دیگه عرضم خدمت شما از این بخش ما فاصله گرفتیم و در زمینه نشر و چاپ و این چیزها دیگه فعالیتی نداشتم، فقط کارهای خودم رو در واقع گاهم چاپ و نشر کردم که تا این لحظه هم ادامه داره و الان در شهرداری اصفهان در بخش اداری مشغولم در خدمتش. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودین و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. من خیلی مایلم که از شما دعوت کنم در گفتگوهایی که ما در زمینه در واقع اقوام مختلف ایرانی
و مناطق مختلف ایران در مورد فرهنگ، تاریخ و آداب و رسومشون داریم برنامه هایی تهیه میکنیم به صورت تصویری، گفتگوهای تصویری. از شما دعوت میکنم که در مورد تاریخ قوم بختیاری برای بینندگان ما صحبت کنید و حتما در اون برنامه ها در مورد تمام جزئیاتی که در این زمینه وجود داره و شما مایل هستین که توضیح بدین تا برای ما و مردم ایران در واقع روشنگری های در زمینه تاریخ قوم بختیاری و حالا زبان، گویش و واژه‌ای که به کار میره حتما در اون برنامه ها صحبت بفرمایید. و در واقع ما یه برنامه، یه پروژه داریم به نام پروژه خاک که در مورد زادگاه من هستش و در مورد زادگاه من حالا تاریخش، فرهنگش، آداب و رسوم، غذا، موسیقی، سنت ها. و در این برنامه ما حتما از شما دعوت خواهیم کرد که در مورد تاریخ قوم بختیاری صحبت بفرمایید. من سپاسگزارم از اینکه در این برنامه شرکت کردین و برای شما آرزوی به هر حال موفقیت و سربلندی در زندگیتون دارم. منم بزرگواری کردید. امید دارم که موفق باشین در این در انجام این پروژه، پروژه بزرگ و مهم و ارزشمند. خیلی متشکرم. بینندگان گرامی پرشین اوارتز، از شما هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. روزگار بر شما.